تاکنون فقط در دانشگاه تهران 50 عضو هیئت علمی مهاجرت کردند. یک استاد دانشگاه تهران از مهاجرت 50 عضو هیئت علمی در دانشگاه تهران خبر داده و گفته که شرایط چندان مساعد نیست و یک نمونه آن بودجه پژوهشی است که در حال حاضر این بودجه به اندازه چند شب کار کردن در اسنپ هم نیست. وبسایت‌ها به نقل از حسین آقاخانی نوشتند که چند برابر اعضای هیئت علمی که مهاجرت کردند در حال تدارک رفتن هستند و عملاً هیچ فارغ التحصیلی از دانشگاه‌های معتبر خارجی تمایل به بازگشت به ایران ندارد. این استاد دانشگاه عملکرد حکومت در مواجهه با نیروی انسانی را به ارتشی تشبیه کرده که سربازانش را به دشمن می‌بخشد. آخانی با انتقاد از سیستم جذب هیئت علمی در ایران گفته که اگر افرادی چون مریم میرزاخانی متقاضی استخدام در دانشگاه‌های کشور بودند، ممکن بود به دلیل کم بودن مقالات شانسی برای استخدام و تبدیل وضعیت نداشته باشند. مهاجرت در ایران به یک موضوع فراگیر تبدیل شده، به طوری که روزنامه اطلاعات که مدیر آن منصوب مستقیم علی خامنه‌ای است، با انتقاد از شرایط اقتصادی کشور خطاب به دولت نوشته بود که میل به مهاجرت به نیروی کار ساده هم کشیده شده و این نتیجه یک روند چند ساله است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز ماه پیش نسبت به تشدید مهاجرت کادر درمان هشدار داده و گفته بود که زنگ خطر در این حوزه به صدا درآمده و سیستم آموزشی و بهداشتی کشور عملاً برای خارجی‌ها پزشک تربیت می‌کند. فروردین ماه سال جاری هم رصدخانه مهاجرت ایران به آمارهای بین‌المللی نوشت ایران در رتبه 8 بدترین کشورهای جهان برای زندگی قرار دارد و علت این اتفاق هم تداوم چند ساله مشکلات اقتصادی در ایران است که در کنار وضعیت نامناسب سیاسی و اجتماعی باعث افزایش میل به مهاجرت شده است. من همیشه تاکیدم بود مکان ندارم شما چپی یا راست. حزب درست حسابی داشته باشی، چون تمام این کارا واسه این میکنیم که یه روزی اعصاب با هم رقابت بکنن در تشکیل دولت دیگه. آخرش اینه. حالا بهترین قانون اساسی هم داشته باشیم، چه نظام تعیین کرده باشه، شما به عنوان یک شهروند چگونه میخواد در آینده کشور مشارکت در صحنه سیاسی کشور داشته باشی؟ بعدش ثبت نام میکنی عضو حزبی هستی دیگه. حالا فوقش میگه ایندیپندنت میتونه باشه، اونم اشکال نداره، ولی تا احزاب نباشن بقیهش فایده نداره. هر کاری میکنیم آخرش رو میدیگه و مشارکت در کار سیاسی از طریق احزاب انجام میشه نهایتا. ما بایستی پایه‌های حزبی رو تقویت کنیم. اتفاقا راجع به موضوع بگم، حدود 20 سال پیش من آلمان بودم و یادم نمیاد کدوم شهر بود، یه جلسه داشتم با یه سری از جوانای حالا دانشجو بودن یا نه اون زمان، بهشون میگفتم اتفاقا من میبینم که بین شماها توافق سر یک پلتفرم حزبی دارید، مثلا سوشال دموکرات هستید. پس رو فهمیدم که تو جمهوری خواه، یکی دارم میگه من مشروطه خواهم. ولی جالب برای من اینجاست که به جایی که سر پلتفرم حزبی که هر دو اتفاق نظر دارید با هم کار بکنید، سر اختلاف سلیقه‌تون در شکل نظام با هم فاصله دارید. Which one is more important؟ ما اگه بتونیم این پارادایم رو عوض بکنیم، ببریم به سمت کلن یک نظام استشرافگرا که همه باید بتونن به شکل آزادانه شریک باشن، خب تمرکز رو بذارید اونجا که اتفاق نظر داری. با این علمی که اختلاف سلیقه هست، معلومه که هست رقابت حزبی با خاطر همینه که همه سر همه چیز توافق ندارن دیگه. چگونه این رو رگولیت میکنید؟ میزان تصمیم گیری چیه؟ صندوق رای. بنابراین اگه این مسئله با جا اندازی بکنیم و پایه‌های حقوقیش باشه، مسلمان چکسن بلان سیستم باشه، رسانه های آزاد باشن، به شکل شفاف همه چیز بیان بشه، من فکر کنم خیلی زود بتونیم این رو تو مملکت نهادی. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار بیانیه‌ای به جمهوری آذربایجان هشدار داد که برگزاری انتخابات در قره‌باغ برای جدا کردن این منطقه دخالت نظامی سپاه در حمایت از ارمنستان را در پی خواهد داشت. همزمان با این هشدار سپاه پاسداران، تصاویر استقرار نیروهای خود در مرزهای مشترک با آذربایجان و ارمنستان را هم منتشر کرد. ابراهیم رئیسی در گفتگوی تلفنی با نخست وزیر ارمنستان گفت که تغییر در مرزهای جغرافیایی منطقه خط قرمز جمهوری اسلامی است. منابع خبری روسیه گفتند که سپاه پاسداران آماده انتقال واحدهای نظامی به ارمنستان برای پشتیبانی از این کشور است. خود روسیه نیز دیروز با احضار نماینده ایروان اعتراض خود را به رسمایش مشترک ارمنستان و آمریکا که قرار است به زودی برگزار شود اعلام کرد.
وزارت امور خارجه روسیه همچنین پیوستن ارمنستان به دیوان جزایی بین‌المللی و بازداشت یک خبرنگار اسپوتنیک را قویاً محکوم کرد. تهران لندن ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده که نشون میده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در مرز ارمنستان و آذربایجان مستقر شدند. در مقابل منابع غیررسمی گزارش دادن جمهوری آذربایجان با همکاری اسرائیل و ترکیه آمادن طرح بی رو در صورت مداخله نظامی جمهوری اسلامی علیه جمهوری آذربایجان آماده اجرا کنند. مقامات جمهوری اسلامی نسبت به همکاری این سه کشور ابراز نگرانی می‌کنند. همزمان با تشدید درگیری‌های مرزی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان، گروه‌ها و احزاب فعال در منطقه قره‌باغ کوهستانی برای تعیین جایگزین آرائیک هاروتونیان، رئیس جمهور خودخوانده این منطقه که اخیراً استعفا داد، انتخابات برگزار می‌کنند. شبکه I24 اسرائیل در گزارشی با اشاره به استقرار واحدهای پیاده و زرهی سپاه در مرزهای شمال غرب به نقل از منابع روسی ادعا کرد که ایرانی‌ها آماده ی انتقال واحدهای نظامی به ارمنستان برای عملیات پشتیبانی هستند. یک روز پیش از آن، کرملین نماینده روان در مسکو را به دلیل گام‌های غیردوستانه در بحبوحه تمرین‌های نظامی مشترک بین ایالات متحده و ارمنستان احضار کرده بود. برخی طرفداران جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی ویدئویی به زبان ترکی منتشر کردند که در آن جمهوری آذربایجان با موشک‌های بالستیک تهدید شده. وزارت خارجه روسیه همچنین از سفر همسر نخست وزیر ارمنستان به کیف و اقدام ایروان برای پیوستن به دادگاه کیفری بین‌المللی جهت شکایت علیه روسیه و ولادیمیر پوتین انتقاد کرد. ارمنستان اخیراً به کارزار تلاش برای بازداشت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به اتهام جنایت جنگی با استناد به اساسنامه روم پیوسته. در همین حال، منابع روسی گزارش دادند همسر نخست وزیر ارمنستان برای پیگیری این روند به کیف، پایتخت اوکراین سفر کرده. همچنین گفته شده ارمنستان به دنبال برگزاری رزمایش مشترک با ایالات متحده است. متهم پرونده حمله به شاه چراغ به محاربه و فساد فی‌الارض متهم شد. دو هفته پس از صدور کیفرخواست برای متهمان حمله مسلحانه به حرم شاه چراغ، اولین جلسه 3 تن از متهمان این پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز بیراست محمود ساداتی برگزار شد. کاظم موسوی نماینده دادستان متهم ردیف اول رحمت الله نوروزوف را به محاربه افساد فی‌الارض و بغی از طریق عضویت در گروه داعش به قصد اقدام علیه امنیت کشور متهم کرد. متهمان ردیف دوم و سوم حبیب الله عربزاده و امرالله نظری نیز به معاونت در محاربه و افساد فی‌الارض و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور متهم شدند. به نوشته رسانه‌ها در ایران، در حمله یکشنبه 22 مرداد به شاه چراغ در شهر شیراز، دو نفر جونشون را از دست دادن و 7 نفر مجروح شدند. پیش از این اعلام شده بود که دست کم 20 نفر در جریان این پرونده بازداشت شدند، اما هنوز وضعیت 17 بازداشته دیگر خبری نیست.